دکتر فرشاد مؤمنی عضو هیئت علمی دانشگاه و اقتصاددان ایرانی در یک نشست تخصصی اقتصادی گفت وقتی که اصل مناسبات رانتی شود در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع با رویه های معطوف به ستیز و حذف روبرو می شویم شکل و شمایل این ماجرا هم به گونه است که در واقع به جای اینکه از جنبه های اندیشه پیچیدگی های مسئله درک شود شروع می کنند به جابجا کردن افراد و تصورشان این است که مسئله مسئله اشخاص است ولی از دریچه تحلیل های سطح توسعه گفته می شود حکومتی که می خواهد بر بحران قلبه پیدا کند اول باید آن سازه های ذهنی شکل به این بحران را شناسایی کند این دولت اسم خودش را گذاشته دولت محرومان شعار سال هم کنترل تورم و رشد تولید است ولی در همین یک ماه ببینید چه تحولاتی در قیمت آب، برق، بلیط هواپیما، عرض، تعرفه گاز، خدمت خودرو و از این قبیل اتفاق افتاده است. دکتر مومنی در خصوص بحران ارزی اخیر گفت چطور می شود که وقتی کشور تعطیل است در این بازار جهش صورت می گیرد؟ چطور می شود که شما 400 میلیارد دلار پول وارد این بازار می کنید اما جهش قیمتها شدت می گیرد؟ این چه جور بازاری است؟ این اقتصاددان منتقد سیاست های دولت ایران در انتها افزود در تاریخ برنامه ریزی ایران برای اولین بار است که در فاصله سالهای 1397 تا 1399 که ما بی سابقه ترین شکای ارزی را تا قبل از این شیرین های دولت آقای رئیسی داشتیم اندازه جمعیت فقیر ایران دو برابر شده است